منم سلام میگم محبوبان خدا، برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز در این کلیسا و همینطورم که از طریق اینترنت با ما وصل شدن، خوش اومد میگم به جلسه امروز ما. تو این سرودها حتما متوجه شدید موضوع این سرودها چی بود، متنش چی بود. محبت بود، محبت عیسی مسیح بود، عمق و طول و بلندی و چی بود؟ عمق، طول، عرض، بلندی، یعنی این سه بودی نیست، محبت خدا چهار بودی هست که ما فقط باید درک کنیم، ما باید دریافت کنیم. محبت خدا هیچ کسی نمیتونه درست متوجه بشه، که چون این تصویر درستی اصلا از خدا درستی نداریم که واقعا بدونیم، همینطور هم شناختی اینطوری هم نداریم که واقعا بتونیم با محبت خدا آشنا بشیم. ما فقط میتونیم تجربه هایی که ما کردیم و ملاقات هایی که از با خدا داشتیم حداقل یه چیزایی بچشیم. فقط در این زمان ها خدا میخواد بیشتر و بیشتر خودش رو معرفی کنه و صورت زیبای خودش، محبت خودش رو به وسیله روح القدس به ما منتقل کنه. یه چیزی دریافت کنیم که ابدی باشه، موندنی باشه و تأثیر بذاره روی زندگی ما. آمین. آماده هستین؟ در اول قرنتیان باب 13 آیه 4 تا 8 اینجا در مورد صفت‌های محبت خدا صحبت می‌کنه، یا بیشتر میگم اینطوری پولس توضیح میده اصلا محبت چطور عکس العمل می‌کنه. میگه که محبت حلیم و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد، اطفار ناشایسته ندارد، نفع خود را طالب نمی شود، خشم نمی گیرد، سوزن ندارد، از ناراستی خوشبخت نمی گیرد، با راستی شادی می کند، در همه چیز صبر می کند و همه رو باور می کند، در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز ساقط نمی شود یا پایان نمی پذیرد. چه عالی نه؟ الان من تصور میکنم الان این محبت در این کلیسا باشه، میتونم بگم دیگه مثل اینکه ملکوت خدا در ما قرار گرفته. آمین. شما هستین اینجا؟ و معمولا ما زمانی که این کلامایی که زمانی که تازه ایمان آورده بودم میخوندم و واقعا میتونم بگم دیگه تسلیم میشدم، حداقل میتونم بگم یه دونه شو، دو تاشو یا سه تاشو میتونستم انجام بدم، بقیه پشی. و یه زمانی هم بود که خیلی شریعتی بودم، فسعی کردم با قدرت خودم. الان این تمام چیزای صفتهای خدا اونجا نوشته، یا محبتی که در ما باید کار کنه که بتونیم اینطوری زندگی کنیم، سعی میکردم برحال آستون خودم رو می‌بردم بالا و می‌گفتم تو الان من باید الان شروع کنم این تمام کارا رو اینجایی که نوشته انجام بدم. و معمولاً هم که این کلامایی که ما می‌خونیم واقعاً به خودمونم که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اصلا ما این محبت رو نداریم که بتونیم این تمام چیزایی که اینجا نوشته شده بتونیم انجام بدیم. چقدر زمانی که به ما یه توهینی میکنن، بد حرف میزنن، خشم در ما به وجود بیاد، یه کسی که به تو بدی میکنه میخوای تلافیش کنی، و تمام این زمانی که رو به روی این مشکلای این دنیا میشی دیگه، تمام این چیزای انسانیت کهنه بیرون میاد که برعکس این تمام عملهایی هست که اینجا همه چی نوشته شده. و فقط زمانی هم که سعی میکنه، و خودم هم موقع هم که خیلی خدا رو دوست داشتم، یعنی دوست داشتم این قسمتی که من میشناختم، الان کسانی که تازه ایمان میارن هنوز شناختی از خدا ندارن، مثل یک
بچه نوزاد هست که به دنیا آمده، الان احتیاج به شیر داره، هنوز مادرش و پدرش رو نمیشناسه، در سن شاید 12-13-15 سالگی است که یواش یواش چشمش باز میشه برای پدر مادرش. فقط اون موقع هم که اون شهوت های دنیا اونقدر ما رو فرو میگیرن، بچه هامونو دیگه چشمشو میبرن توی دنیا، دیگه فقط از پدر مادرشون فقط طلبدار هستن، چیزهایی به من بده که منم بتونم در این دنیا زندگی کنم و این مود این دنیا و این تمام چیزهایی که دنیا برای من آماده کرده، این شیطان که این میزش آماده کرده که بتونم از اونجا بنوشم. فقط زمانی که برای شاید مثلا 20-25 سال اون موقع هست که یواش یواش شروع میکنیم مثلا ببینیم که پدرم من کیه، مادرم من کیه، شخصیتش گذشتهش چیه. الان نمیخوام بگم همه مثل این که اینطوری بودم، فقط من اینطوری با این اونقدر دیگه تو فکر تو زندگی خودم قرار گرفته بودم، اصلا شناختی از پدرم نداشتم، از مادرم درست نداشتم. و از زمانی که تازه ایمان آوردم به عیسی مسیح، تمام اون موقع حد بود که یواش یواش دیدم که مثلا کی هستم من. مثلا در مورد هویت که صحبت میکنیم، شروع میکنیم به فکر کردن، بعد از این یواش یواش یک اینترستی پیدا کردم که با پدرم آشنا بشم. در سن 35-40 سالگی تازه شروع کردم ببینم پدرم من چه داستانی داشته، چه تاریخی داشت، کجا زندگی میکرد، چرا پدرم اینطوری که هست شد، یعنی مادرم هم اینطور. برحال الان هم اینطوری هم هست، زمانی که ما ایمان رو میاریم به عیسی مسیح، الان درست شناختی نداریم از عیسی مسیح، شناختی نداریم از محبت خدا. و برحال من سعی کردم الان با قدرت خودم انجام بدم و کسانی که اینجا هستن که این آیه ها رو میخونن و اصلا کلان آیه های کتاب مقدس رو میخونن که میگم که من سعی میکنم میگه این کار رو انجام بدم، به شما الان میخوام بگم که احتیاج نیست، موفق نخواهید شد. زمانی شروع میکنی به آشنا شدن عیسی مسیح به وسیله روح القدس، دریافت کردن محبت خدا، وصل شدن در محبت خداست، اون موقع هست که شروع میکنی این تمام صفتهایی که اینجا نوشته انجام دادن. شریعت با کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم هیچ چیزی نمیتونیم به وجود بیاریم، جز از آخر فقط اگه هم قسمتهایی که تونستیم انجام بدیم، یه غروری هم در ما پیدا میشه، میگه که من انجام دادم، من دوباره این به وسیله من. فقط خبر خوش اینه که زمانی که با عیسی مسیح، با شخص عیسی مسیح به وسیله روح خدا ملاقات داریم، با او آشنایی پیدا میکنیم و محبت او در ما قرار میگیره، اتوماتیک دیگه تمام این صفتاش رو میکنی زندگی کردن. دیگه اون موقع تصمیم نمیگیری الان من میخوام صبور باشم یا غرور نمیخوام داشته باشم، حسد نمیبرم، بلکه اتوماتیک دیگه این حیات رو تو زندگی میکنی. در رومیان باب 13:8-10 اونجا که صحبت میکنه، فقط یه قسمتش رو میخونیم، اینجا میگه که هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر رو پیوسته محبت کنین، زیرا هر که به دیگری محبت کند در واقع شریعت رو به جا آورده است. یا پس محبت تحقق شریعت هست، یا محبت تکمیل شریعت هست. پس زمانی که مثال میگم روح خودت، آلمانی میگم اندوکن، یعنی میشه که وصل میشه به محبت خدا و محبت خدا، این شیر محبت خدا شروع میکنه در تو کار کردن، اتوماتیک این محبت تمام شریعت رو انجام میده، بدون اینکه الان تو شروع کنی به فکر کردن من چی باید بکنم. آمین. یعنی این چشمه محبت که به وسیله شناخت خداست، و هر چقدر به شناخت خدا میرسین به وسیله روح القدس که به محبت مسیح رو دریافت میکنین، این باعث میشه که شخصیت ما عوض میشه. به این خاطر اگه میخواییم واقعا تمام این چیزایی که الان اینجا صحبت کردیم یا در اول قرنتیان نوشته شده انجام بدین، پس باید به شناخت
عیسی مسیح به شناخت محبت پدر به وسیله روح القدس که به ما داده شده در ماست و در ما کار میکنه و هدایت میکنه سمت او، با این گنج رو باید به دست بیارین. اتوماتیک تمام چیزایی که چطور ما باید زندگی کنین از ما بیرون خواهد آمد. و اینجاست که بیشتر از ما، و منم میتونم بگم الان هر چقدر 25 سال چند سال من شبان هستم یا ایماندار هستم، و فقط میدونم که خیلی در زمانهایی چقدر با قدرت خودم، با فکر خودم، با کوشش خودم سعی میکردم یه کارهایی انجام بدم و برای کم و پیش با فیض خدا، وفاداری خدا، خدا هدایت کرد در شکست ها با خدا آشنا بشم، در درد ها با خدا آشنا بشم و در آتش هایی که خدا من بعضی وقت ما رو میندازه که تمام چیزهای آشغال های ما، تمام چیزهایی که از اون انسانیت کهنه هست که سوخته بشه و ما تمیز بشیم، طاهر بشیم یا مقدس بشیم، از این آتش هست که عبور میکنیم که میتونیم به اون شناخت خدا برسیم و اونجا محبت خدا رو دریافت کنیم. این آرزوی خداست، آرزو و روح القدس به ما داده شده عزیزان که ما رو به اون سمت هدایت کنیم. من تو این چند مدت از هر دفعه که موعظه میکنم میگم که ما هنوز نمیدونیم ما چقدر ما احتیاج و محتاج عیسی مسیح هستیم. خود عیسی مسیح، خود خدا میدونه ما چقدر محتاج هستیم، فقط خودمون هنوز نمیدونیم. خودمون درگیر زندگی خودمون هستیم، اصلا قلب درست نداریم با شناخته شدن خدا و بها رو دوست نداریم اینقدر پرداخت کنیم. مانعهایی یا میتونم بگم دلیلهایی برای ما میسازیم که هیچ موقع نمیتونیم با این مانعها بتونیم به اون شناخت خدا برسیم. و این دردی برای خداست، دردی است برای عیسی مسیح که خدا میخواد خودش رو احیا کنه، خدا یا به ما معرفی کنه چهره خودش، محبت خودش رو به ما نشون بده که به وسیله این محبت زندگی ما، شخصیت ما عوض بشه. و شخصیت ما نه فقط عوض میشه که من الان یکم شخصیت من بهتر میشه، تو این شخصیت خود خداست، این سلامتی، این شادی، این آرامش خداست، این اطمینان خداست که میتونی درست در این دنیا، در این قرن 22 درست بیستی هر اتفاقی هم در این دنیا میفته. خودش میدونه ما چه چیزی احتیاج داریم، میدونه که ما او رو احتیاج داریم، ما نمیدونیم. تقریبا اینطوری فکر کن که یه کسی رو که عاشقانه دوست داری، یه هدیه میخوای بهش ببخشی که واقعا این شخص احتیاج داره و اون شخص او رو رد میکنه و تو درد میکشی، میگی آخر کاش که تو این یه نوع ور میداشه، این به تو یه ضرری نیست، یه سودی هست، یه چیز خوبیه، و اون اصلا اهمیت نمیذاره و میگه که نمیخوام. درد نمیگیری ما، مخصوصا کسی که خیلی دوستش داری. حالا پدر مادرها شاید بهتر بدونن که زمانی که بچه هاشو میبینی که چقدر کل شقی، چه کارهایی میکنن، ما پدر مادر سعی میکنیم یه کارهایی انجام بدیم که بهترینشو میخواین، فقط میگن که نمیخوایم. کی میشه بزرگ بشم از پدر مادرم فرار کنم برم زندگی خودم رو انجام بدم؟ و این دردی بود که خود عیسی مسیح داشت که در لوقا باب 13 میگه ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولان که نزد شما فرستادم، چند بار خواستم همچون مرغ که جوجه هاش رو زیر بالهای خیش جمع میکند، فرزند تو رو گرد آورم، اما نخواستی. چند بار بود مثل یه دردی از الان به اورشلیم گفته، فقط الان هم همینطور به کلیسای خودشان میگه، به تک تک ما میگه، میگه چند بار سعی کردم مانهایی یا راههایی برای تو آماده کنم، چند بار تو جاهایی قرار دادم که تو اونجا با تو این ملاقات رو داشته باشم. من میخواستم در آغوش خودم بگیرم این سرود آخری که خوندیم، من میخوام تو رو در آغوش من اونجا ساخته میشی، به خوشبختی کامل میرسی، و اما تو نمیخوایی. و اینم نمیگه که با خشم، بلکه واقعا با درد. های کاش میدونستی
همه کارا رو برای تو انجام دادم. الان هم اونجایی نشسته میگی چرا دعای منو نمیشنوی؟ چرا این کار رو نمی کنی؟ چرا اون کار رو برای من نمی کنی؟ آی کاش میدونستی چیزی که من به تو میخوام بدم خیلی عظیمتر بهتره که هیچ انسان نمیتونه اینو درک کنه. اینو میخوام به تو بدم. یه اما نخواستی. اکنون خانه تو یا خانه شما برای تون واگذاشته میشود. یعنی زندگی ما، نفس ما همینطور خراب اینجا میخواهد موند. برای خدا به ما برکت میده عزیزان، همه برکت هایی که داده. فقط خدا دنبال این نیست که به تو صبح تا شب به تو برکت بده، چون میدونه با این برکت ها اتفاقاتی نمیفته، بلکه چیزی که میخواد ببخشه خودشه. اینی هست که ما احتیاج داریم و چون نمیشناسیم، چون ارزش عیسی رو، ارزش محبت رو نمیشناسیم، نمیخواهیم. یکی پیغمبرای خودم رو فرستادم، شما سنگسارش کردید. الان در این قرن 22 که میبینیم که در این دنیای مجازی 24 ساعت کلام خدا از همه جا پخش میشه، توی کلیساها واعظینی هستن، خدا برمیخیزه، جوانایی هستن که ایستادن و موعظه میکنن کلام خدا. یعنی خداوند خادمین خودش رو میفرسته که کلام خدا رو بشنون و کنجکاو بشن، تشنه خدا بشن، تشنه محبت بشن. فقط خیلی هستن که بی تفاوت شدن. کافیه که من نجات پیدا کردم، دیگه چیزی نمیخوام، حیات جاودانی رو دارم، کافیه دیگه. و خدا رو شکر حیات جاودانی رو به دست خواهین آورد، یعنی به دست آوردین. و فقط این چیزی که فوق از فکر ماست، زیبایی مطلق، زیبایی کلامی وجود نداره که بتونم توضیح بدم. اینو از دست میدیم، نه فقط در این دنیای آینده، بلکه در این دنیایی که ما اینجا هستیم. در اشعیا نبی باب 1 اینجا میگه گاو صاحب خیش را میشناسد و الاغ آخور مالک خیش را، اما قوم من مرا نمیشناسند و فهم ندارند. حتی ما رو مقایسه میکنه که گاف صاحبش رو میشناسه، حتی اولاغ مالک خیش رو میشناسه، اما قوم من نمیشناسن، فهم ندارن و اصلا دنبال من نیستن. و میگه که ایشان را و ای کاش که قوم من به من گوش میگرفت و اسرائیل در طریقهای من سالک می بودند. ایشان را به نیکوترین گندم می پروردم و تو را به عسل از صخره ها سیر می کردم. اینو تو چیز نگذاشتم؟ پس این یه دردی هست که خدا من داره. میگه حیوانات حتی صاحبش رو می شناسن. زمانی که این صاحب صدا میکنه، زود گوسفندا صداش رو میشنون. عیسی مسیح هم در این قسمت هم در مورد گوسفندا صحبت کرد، میگه اما قوم من منو نمیشناسن و اصلا نمیخوان. ای کاش، ای کاش قوم من، چه کار باید بکنم که این اشتیاق رو در قلبشون به وجود بیارم؟ چه کاری باید بکنم که واقعا شروع کنم منو جستجو کنن که من بتونم به ایشان ببخشم، ایشان رو به نیکوترین گندم و همینطورم و تو رو به عسل از صخره سیر می کردم، اما تو نخواستی. عزیزان این موعظه نمی کنم که موعظه نیست که الان شما رو به چی میگم با غم بندازم. بیشتر موعظه است که خدا میخواد قلب خودش، عیسی میخواد قلب خودش رو به ما نشون بده. موعظه محکوم کننده نیست. موعظه است که خدا میگه که چه کاری باید بکنم، چه چیزی نکردم، چه چیزی باید بکنم.
که واقعا دنبال من بیاین، منو بخواین. من شما رو برکت دادم، و هر برکت در این در آسمون، هر چیزایی که وجود داره برای شما دادم. آیا تمام این برکت ها رو میخواین یا منو میخواین؟ اینجاست که خدا میخواد ما رو کنجکاو کنه، واقعا از این خواب بیرون بیاره. ما فقط با نسرین امروز هم فقط دعا کردیم، روح القدس بیا خودت رو آشکار کن، بیا خودت رو نشون بده. این قلبای سخت ما اگه تو کار نکنیم، ما همینطور صفر میمونیم، فکر میکنیم ما یه چیزی داریم، همه چی رو داریم. محبت عیسی مسیح با هیچ چیزی نمیتونیم مقایسه کنیم. اصلا زیباترین تصوری که بیاد داشته باشی برای خودت، ویزیونی داشته باشی علیه اون چیزی که او داره، مثل یک قطره آبه. چون نمیتونیم تصور کنیم محبت رو، چون یه چیز روحانی، یه چیز چاربودیه. میگه یک محبت او عمق و طول و بلندی و به این خاطر تا خدا این مکاشفه رو به ما نده و قلب ما رو لمس نکنه، همینطور ویران میمونیم. داوود که یک مردی بود که موافق دل خدا، یک مزموری نوشته. مزمورهای خیلی زیادی، خیلی زیبایی هستن. فقط این مزمور، مزمور 16 است که واقعا از این مزمور 16 لذت میبرم، چون قلب داوود رو میبینم که چقدر عاشق خدا بود، چقدر چطور داوود اون خدا رو مرکز زندگی خودش رو گذاشته بود. و این آرزو رو دارم واقعا ما هم این مزامیرها رو خودمون برای زندگی خودمون رو بنویسیم. و اینجا در قسمت به قسمت که بتونیم بخونیم، از آیه 1-3 میگه که ای خدا مرا محافظت نما فرما، زیرا تو بر تو توکل می‌دارم. خداوند رو گفتم، تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست غیر از تو، چیزی دیگه وجود نداره جز از تو. و اما مقدسانی که در زمینند و فاضلان، تمامی خوشی من در ایشان است. این همین میتونم بگم چیزی که بود قبل از این اول قرنتیان که گفتم. زمانی که مرکز زندگی تو مسیحه و اونجا با عشق او وش شدی، میگی که خوشحالی من شما هستین، لذت میبرم از قومی که خدا رو دوست دارم، با خدا هستم. میگی که در این قسمت که تمامی خوشی من در ایشان است. چرا؟ چون خدا مرکز زندگی داوود هست. در مقدسانی، یعنی ایماندارایی که اینجا هستین، و زمانی که اینجا وصل شدم دیگه واقعا اونقدر شما را با ارزش میبینم، اونقدر مهم هستید و اونجا شادی میکنم با شما. و این اول قرنتیان باب 13 رو زندگی میکنم. و بعد از این میگه که دردهای آنانی که عقب خدای دیگه میشتابن بسیار خواهند شد. هدیه های خونی ایشان را نخواهم ریخت، بلکه نام ایشان را به زبان نخواهم آورد. یعنی واقعا خودش اصلا کلن کنار کشیده، سازش نمی کنه در این دنیا، چون میدونه که سازش کردن با این دنیا، با این چیزای بت‌هایی که اونجا هستن، او را از خدای خودش اونجا دور میکنه. به این خاطر من اینجا کار ندارم با ایشان، من اینجا چسبیدم به اون خدا. بعد از این سال هاست که نسرین و من و وایزان دیگه در مورد هویت ما صحبت میکنیم، چقدر خدا ما رو خوانده، چقدر ما رو دوست داره. من اینجا خداوند میگه که آیه 5-6 میگه خداوندا توی نصیب مقرر و پیاله من، تو سهم مرا نگه می‌داری، حدود من به جاهای دلپذیر افتاده هست، میراثی
دلانگیز به من رسیده هست. الان خودش میدونه همه چیز در خداونده. امروز هم که با نسرینم صحبت میکردیم، همون 12 تا قبیله رو که نگاه میکنیم، 11 تا قبیله اونجا یه سرزمینی خدا بهشان داده بود. فقط لاویون گفته که به شما سرزمینی نمیدم، من سرزمین تو هستم. من ارث تو هستم. من هستم. چقدر زیباست. دنبال زمین نیستیم، دنبال گنج های دنیا نیستیم، بلکه من میخوام او ارث من باشه. و اینجا هم که در موردش صحبت کرده، میراث دلانگیزی به من رسیده است. خداوند رو به من خداوند را که به من مشورت میدهد متبارک میخوانم. شبانگاه نیز دلم مرا تأدیب میکند. یعنی یه مردی هست که با خدا اینطوری صحبت میکنه که میدونه که خدا با من مشورت میکنه، پس چقدر باید با اون زندگی کنم که منو تعلیم میده. در همه زندگی خودم اونجا میتونم با اون مشورت کنم. یه زندگی واقعا صمیمانه با خداست. و اونا متبارک میخوانم، مشورت میکنه، راه رو به من نشون میده. خداوند رو همیشه پیش روی خود میدارم، چون که به دست راست من است جنبش نخواهم خورد. این آیه به آیه که ما میخونیم واقعا میبینیم که چه رابطه‌ای داوود با خدای خودش داشت. خداوند رو همیشه پیش روی خود میدارم. من احساس میکنم زمانی که الان تصور میکردم، مثل این که هر جایی که میرفت این خدا جلوی چشمش بود. به این خاطر هر جایی که میرفت، هر مشکلی، هر چیزی بود، مشورت میگرفت، از او سوال میکرد. و هیچ موقع زمانی که خدا این ایمان رو داره و با خدای ملاقات رو داره و با او راه میره و میگه که کنار من است، به این خاطر مطمئن هست که جنبش نخواهد خورد، چون خدا کنار منه. و زمانی که بعضی وقت دست و پای خودمون رو از دست میدیم، چون با خدا راه نمیریم، به این خاطر موقع احساس تنهایی میکنیم. هر چقدر خدا هست، فقط تو درکش نمیکنی. خداوند رو همیشه پیش روی خود دارم، چون که به دست راست من از جنبش نخواهم کرد. از این رو دلم شادی می کند و جلالم به وجد می آید. جسد نیز در اطمینان ساکن خواهد بود، زیرا جانم را در حاویه و نخواهی نهاد و نخواهی گذشت سرسپرده تو فساد را بیند. نخواهی گذشت که کسی که خودش رو سپرده به تو، اینو مطمئن بود، خودش رو سپرده. میدونم آینده من در ابدیته، تو هیچ موقع نخواهی گذاشت. طریقهای حیات رو به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذتهایی تا ابدالآباد. چقدر عالی هست نه؟ طریق حیات رو به من خواهی آموخت، به حضور تو کمال خوشی هست. من فقط میتونم تصور کنم چقدر داوود شاید توی تپه ها اونجا جلو با گوسفندا بود، شاید دور از همه چیز، فقط اونجا میرقصید، اونجا ورج میکرد، اونجا لذت میبرد. حضور تو کمال خوشی هست. الان بدنازان توی زندان، هر جایی که قرار هستی، زمانی که این صمیمیت رو داری با او و به شناخت او رسیدی و ولش نمی کنی و به خاطر گناه ها، به فقط وسوس های چیزهایی که دنیا هست، اونجا خودتو کنار می کشی، می چسبی اونجا، این اونجاست که هیچ موقع احساس تنهایی نمی کنی. الان اینو که
مزمور 16 رو الان فقط این قسمت هایی بخونم، میگم که تو خداوند من هستی، بر تو توکل میکنم، نیکوی من نیست جز از تو، خداوند را همیشه پیش رو میدارم، به من مشورت میدهد، دلم شاد میکند، جلالم و به وجه میآید، میراث دلانگیز به من رسیده، به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. این تمام چیزها رو جمع بندی کردم. این شخصی هست که واقعا به این ملاقات صمیمانه با خدا داره و خدا رو مرکز زندگی خودش، الان برای ما عیسی مرکز زندگی خودش رو گذاشته. و من فکر میکنم همینطور یک زمانی زندگی میکنیم که خدا میخواد، واقعا زمانهایی هست که خداوند میگه زمانهایی هست که من شما رو اینطوری گذاشتم، الان در زندگی خودتون رفتیم و کارهای خودتون، الان یه زمانهایی هست که خدا میخواد قوم خودش رو به سمت خودش هدایت کنه که او مرکز زندگی تو باشه، که تو بخوای و بطلبی، منم با تمام قلبت به طلبی، نه به خاطر اینکه من الان اینجا موعظه میکنم، این موعظه فقط اینه که شروع کنی به فکر کردن چه چیزی دریافت کردی، چه چیزی دریافت نکردی، کجا زندگی میکنی، چی باید دعا کنی و چی باید به دست بیاری. و اینجاست که دیگه خودتون باید شروع کنی به دعا کردن، بگی خداوند مرسی که امروز با من صحبت کردی، امروز از امروز به بعد باید یه چیزایی در من عوض بشه، نه شریعت رو انجام بدین، نه بگین از امروز به بعد یه کارایی میکنه، نه از امروز به بعد بگین که خدا همه چی رو میخوام بگذارم کنار، میخوام تو رو، تو مرکز زندگی من باشی. زمانی که این چیزها رو که من اینطوری که همینطور در این موعظه اینطوری فکر میکردم، فقط تنها غزل ها جلوی چشم ما آمد. چه رابطه، چه عشقی، چه توضیحاتی بود که من نمیتونم اینو بگم، که چطور این رابطه که سلیمان، یا میتونم بگم عیسی صحبت میکنه با حرفهای خودش، با کلام خودش، چطور قلب سلیمیت رو به دست بیاره. و بعد از یه مدت سلیمیت دوباره میره دنبال زندگی خودش، دوباره میبینیم سلیمان دنبالش میگرده، دوباره خودش رو خواهی میکنه. بعد از این سلیمیت شروع میکنه به داد زدن، رفتن، مشکلهایی قرار میگیره و دوباره یه چیزی هست که واقعا احساس میکنم همین مثل این که اینطوری به شما، مثل این که روح خداست که برای ما، میدونیم که عیسی مسیح روی تخت نشسته و روح خداش که با ما دائما چی میگن حرکت میکنه، هدایت میکنه، صحبت میکنه. و بعضی وقت دوباره دور میشیم و چطور دوباره هدایت میکنه، دوباره میاره کنار خودش. یک چیزی، یک عشقی اونجا چی شد تعریف شده که واقعا اینجا ببینیم که چطور خدا دنبال ما میدوه، چطور روح القدس سعی میکنه همه کارا رو انجام بده که از عیسی مسیح تعریف کنه. او مرا به حجله ها در آورد و عشق است پرچم او بر فرازم. دوباره میخونم، او مرا به میخونه در آورد و عشق است پرچم او بر فرازم، زیرا که من بیمارم از عشق. یه چیزی چشیده بود که چون در میخانه او رو ورده، پرچم محبت رو رویش بلند کرده و اون دیگه عاشق شده و میگه من بیمارم ازش. برادرمون فکر میکنم چیز بود، برادر ادوارد بود، تقریبا یک ماه دو ماه پیش بود، یک موعظه نشنیدم، فقط متنش رو شنیدم که گفته که ما باید مریض بشیم به عشق. نشنیدم موعظه‌شو، فقط
تشویق میکنم برین اونجا، شاید منم باید برم گوش کنم. بعد اولین بار که اونجا که شنیده بودم، برحال اینجا میگه که چون او من رو کشید در میخونه خودش و پرچم خودش رو بلند کرد روی زندگی من، و الان میبینم که یه چیزی به وجود آمده، یک چیزی هست که زیر کنترل من نیست. من الان مریض شدم، او رو نداشته باشم نمیتونم زندگی کنم. بعد از این میبینیم که بعد از اینجا اشاره میکنه، میگه که محبوب من از من است و من از وی هستم. اون اولین بار بود که این احساس رو کرد، محبوب از آن من است، یعنی عیسی مال منه و من از مال اون هستم. بعد از این جالبه ای که این دختران اورشلیم میان اونجا، میگه که ای دختران اورشلیم، شما را قسم میدهم که اگر محبوب مرا بیاورید، وی را بگویید که من مریض عشق هستم. و بعد از این میبینی که این دخترای اورشلیم میان، میگه که محبوب تو از سایر محبوبان چه برتر داره و محبوب تو بر سایر محبوبان چه فضیلت هست که ما را چنین قسم میدهی؟ یعنی مثل اینکه مسخره میکنه، این چیه؟ عیسی مسیح چیه که اونقدر وی عیسی مسیح میکنی؟ ول کن دیگه، اونقدر هی عیسی مسیح میکنی؟ خب خداست که آمده تو رو نجات داده دیگه، الان برو کلیسا، برو کارهای خودت انجام بده. این دخترای اورشلیم هستن، یعنی ایماندارایی هستن که تو کلیسا هستن، و زمانی که تو جدی گرفتی عیسی رو، جدی گرفتی با تمام دل دنبالش هستی، میبینی که از طرف دست و راست تو مسخره های میاد، توهین های میاد. و او جواب میده، سلیمی جواب میده که دهان او بسیار شیرین و تمامی او مخروب ترین است. این از محبوب من، دهان او بسیار شیرین است و تمام او مخروب ترین است. این از محبوب من، این از عیسی مسیح، این از عیسی رو که من دوستش دارم. بعد از اینجا اشاره میکنه، من از محبوب خود هستم و محبوب من، محبوب از آن من است. الان یه چیزی عوض شده. قبل از این اول گفته که محبوبم از آن من است، من مال او هستم. الان میگه که نه، من مال او هستم و او مال من است. پس اتفاقی افتاد، یه شناختی بیشتری به دست آورده. بعد از این سلیمیت اونجا تعریف میکنه، و اینجاست که زمانی که عزیزام شروع میکنیم با خدا ملاقات داشتن، زمانی که وقت رو برای اون میذاریم، بهترین چیز رو، بهترین وقت رو میذاریم، بهترین قربانی رو برای خودش میاریم که وقت ماست، زندگی ماست، پاکی ماست، زمانی که بهترینش رو برای اون میاریم، اون موقع است که اون شروع میکنه به صحبت کردن. ما بعضی وقت با غرور، با نبخشیدن، با نمیدونم کینه میایم به حضور خدا، من یه قربانی میارم که ناپاکه، و بعد از این میخوایم خدا با ما ملاقات داشته باشه. خدا ما رو دوست داره، اوکی، احساساتی میکنی، فقط اینطوری نمیتونه. قربانی های ما باید قربانی پاک و بدون لکه باشه، و فکر من رو آزاد چیز کنم از هر نوع غرور، از هر نوع خودپرستی، از هر نوع کینه. هست چیزایی هست باید وردارم، بعد از این برم بهترینش رو برای او بدم که منو ملاقات کنه، و بعد از این است که خدا شروع میکنه صحبت کردن. و اینجا که میگه که صحبت میکنه، میگه که دهان او بسیار شیرین است و تمامی او مغروب تری. من او رو چشیدم، چقدر عالی بود این خدا. و بعد از این زمانی که به این صمیمیت واقعا میرسیم، به اون قسمت های میرسیم، بعد از این سلیمان، یا میتونم بگم عیسی مسیح، اینجا صحبت میکنه، کبوتر من، گل بی خار من، گل بی خار من یگانه است. اینو اینطوری است که خداوند زمانی که با ما صحبت میکنه، تو رو نمیبینه جز 7 میلیارد نفر، تک تو رو نگاه میکنه، تو میگه که تو کبوتر من هستی، گل بی خار من بیگانه هستی، یک هست، تک هستی. اینطوری خداوند ما رو
عیسی مسیح یا روح القدس ما رو جذب میکنه. ای محبوب من، تو چقدر زیبا و دلکش هستی. درست دلکش؟ دلکش هستی و عشق تو چقدر لذیذ بخش هست. یعنی زمانی که این ملاقات رو با خدا داریم به وسیله روح القدس خدا، اون موقع هست که میتونی صدای خدا رو، شاید یک دونه کلام، دو تا کلام باشه، فقط یک دونه کلام عزیزان، یک کلام فقط از او زندگی تو رو دیگرگون میکنه. خدا گفته روشنایی شود، این دنیا به وجود آمد. و زمانی که یک کلامی صحبت کنه، زمانی در این صمیمیت هستی و صحبت کنه در قلب تو، خواهی دید همه چی عوض میشه، دیدت عوض میشه. بعد از این زمانی که این ملاقات رو داشت سلیمیت، بعد از این دیگه آخر به یه جای رسیده و میگه که من از آن محبوب خود هستم و اشتیاق وی بر من هست. دیگه محبوب مال من نیست. گوش کردین؟ اولین قسمت میگه که عیسی مال منه، من مال عیسی هستم. بعد از تجربه میگه نه، من مال عیسی هستم، عیسی مال منه. فقط آخر یهو یه جایی میرسه بگه من هیچ چیزی نیستم، همه چیز من مال اوست، اشتیاق او برای منه. من به محبوب، محبوبم تعلق دارم و او اشتیاق من است. اینجا به یه قسمتی قرار گرفتیم که دیگه هیچ خواستی نداریم عزیزان. آلبرت چی میخوای؟ تو رو میخوام. میخوام به تو یه جا، نمیخوام، تو رو میخوام. به یه جایی میرسی که تو هیچ آرزوی دیگه نداشتی جز از کنار پیش او باشی. و زمانی یه کسی که عزیزان این عشق رو دریافت کرده و این عشق چشیده، هیچ موقع اجازه نمیدی سازش های این دنیا، گناه تو رو جدا کنه. هیچ موقع. چون یه چیزی دریافت کردی با ارزشه، غیر قابل مقایسه است. حتی یه غروری در خودت میبینی، زود توبه کنی، بازگشت میکنی. چرا؟ چون محبوبم از دست میدم. یعنی کسی میاد به توهین میکنه، میخوای جواب بده، میگه با این جواب دادن خش کردم، محبوبم از دست میدم، فاصله میگیرم از اون، نمیخوام. اون مهمتر از خودم، مهمتر از حق خودم. این شریعت نیست عزیزان، این شریعت نیست، این در محبت خدا زیست کردنه. هر موقع احساس میکنی در ما هست این چیزا، این صفت های منفی هست که دنبال جلال خودت هستی، میخوای خودت رو نشون بدی، و زمانی که متوجه شدی که با این عکس العمل او رو از دست میدی، پس بهترینش یک فروتن بشی. به خودم، من فروتن میکنم، همه چی رو میگذارم کنار، تو مهمتر از همه چی هستی. میدونی این موقع هست که تو این محبت رو محافظت میکنی، این عیسی رو بیشتر یا روح خدا رو محافظت میکنی، سازشی نمیکنی، از هر نوع گناه کنار میکشی، دنبال جلال خودت نیستی. و اون موقع از من فکر میکنم اول قرنتیان 13 رو ما زندگی میکنیم، صبر داریم. با چیزهای خوب ما امیدوار هستیم و با راستی شادی میکنیم، از ناراستی خوشبخت نمیگردیم، ناراستی خوشبخت نمیگردیم، سوزن نداریم، خشم نمیکنیم، چون محبت او تمام این خشمای ما رو اینطوری حل کرده. امروز ما
همینطور هم که عشا داریم. نمیدونم با نسلین هم همینطور فکر کردیم، گفتیم خداوند چه کاری کنیم؟ کاری هم نمیتونیم بکنیم. چیزی هست که فقط روح خدا باید بیاد صحبت کنه و عهدی میبندیم. نمیدونم چقدر خدا با قلب تو صحبت کرده که واقعا به حقیقت برسیم. خداوند با توبه و بازگشت میام به حضور تو و این توبه و بازگشتم خواهش میکنم فکر نکنید توبه و بازگشت الان یه چیز منفی است. یعنی توبه و بازگشت یعنی هدیه است، یه فیضی است که خداوند به شما بخشیده که در را باز بشن که بتونی وارد اون قدس الاقداس بشی. بعد آرزوی من و آرزوی نسین همین هم هست که زمانی که میایم عشا ور میداریم و قبل از این دعا بکنیم، الان دنبال چی هست؟ یعنی خودتو تفتیش کنی ببینی که اصلا انگیزه زندگی تو، هدف زندگی تو چیست؟ منظور اینه که هیچ هدفی نداشته باشی. ما زندگی میکنیم در این دنیا، الان همه کارا همه چیز ما، فقط تو قلب تو کیست که واقعا مهمترینه؟ که میگه مثل داوود میگه که چی؟ تو خداوند من هستی. تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست جز از تو. بعد ما در این قسمت دعا کنیم، خودمون تفتیش کنیم و زمانی که میاییم اینجا با این ایمان بیاییم اینجا که اگه خدا با قلب تو صحبت کرده، اگه واقعا روح خدا با قلب تو صحبت کرده، پس روح خدا دنبال توست. یعنی بخواد قلب تو رو تشویق کنه، قلب تو رو به دست بیاره و هدایت کنه. این روح خداست، این عشق خداست. نگاه کنیم واقعا مثل یه فرصتی است که خدا به ما میبخشه که بتونیم بیایم اینجا زمانی که عشا رو برمیداریم میگه خداوند واقعا الان توبه میکنم، بازگشت میکنم، هر چیزی که الان هست، یا الان اگه زندگی تو نرماله خدا رو جستجو میکنه، همینطور بیایم میگه خداوند بیشتر میخوام عمیق‌تر منو هدایت کن، که نبگم که تو مال من هستی، من مال تو هستم، بلکه منو هدایت کن یه آخر من بتونم بگم من مال او هستم و اشتیاق بر من است که من هیچ چیزی در من دیده نمیشه جز از تو. آمین. خداوند دست یا با ما صحبت کردی و روح القدس عیسی رو تعریف کردی یا تبلیغ کردی، که واقعا بدونیم که یه چیزی خیلی عظیمتر، بهتر، پرشکوه‌تر وجود داره از این که ما فکر میکنیم. روح القدس کلامی هم وجود نداره که من بتونم توضیح بدم، منم نمیتونم. فقط روح القدس خواهش من اینه برای من، برای نسیم، برای ما، برای همه ما، برای مهمون و افرادی هم که اونجا وحش شدن با تلویزیون، با اینترنت. روح القدس من میدونم تو در همه جا حاضر هستی و آرزوی من اینه که قلبهای ما رو طوری یا طوری لمس کنی، نمیدونم چطور، یا احیا کنی یا به خجالت بیاری یا هر چیزی که الان تو متخصص این کار هستی کار رو انجام بدی که این فیتیلی نیمسوز در ما روشن بشه، این اشتیاق برای عیسی به وجود بیاد، خداوند شعله ور بشه. بیا خداوند و تو از تک تک ما اطلاع داری و در این عشا هم هدایت کن و میدونم در این عشا عیسی جان تو حضور داری و باور میکنم که امروز هم در ما کارهای انجام خواهی داد. مطمئن هستم اینم تصمیمای ما حتی باعث شفای ما میشه خداوند، شفای فکری و شفای نفسی و شفای بدنی، اینو باور میکنم. پس بیا جلال خودت رو امروز هم نشون بده.